سرخط خبرها. آغاز انتقال پناهجویان در لسبوس یک هفته بعد از آتش سوزی بزرگ اردوگاه دیگری در همین جزیره هزاران مهاجر بی سرپناه را اسکان می دهد. مادر بزرگ با حجاب کامل، دختر با حجاب نیمه و نوه بی حجاب میل به بی حجابی. ما با این پدیده مواجهیم. این بیانگر چی؟ جنجال تازه بر سر حجاب اجباری در ایران. بحث این بار به تلویزیون دولتی کشید. ادامه واکنش ها به اعدام نوید افکاری. 150 فعال سیاسی و مدنی میگویند شتاب در اجرای حکم نشانه هراس حکومت از اعتراض محرومان است. و وعده دونالد ترامپ برای توزیع واکسن کرونا در آمریکا ظرف چند هفته آینده. نگرانی از بحران اقتصادی و بازگشت قرنطینه در چهار گوشه جهان جدی است. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. یک هفته بعد از آتش سوزی اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان، پلیس انتقال پناهجویان به یک اردوگاه جدید در نزدیکی آن را آغاز کرده. قرار است از بیش از 12,000 نفری که آواره شدند حدود 9,000 نفر در این اردوگاه اسکان داده شوند، اما بسیاری حاضر به نقل مکان نیستند و در عوض می‌خواهند از دیگر کشورهای اروپایی پناهندگی بگیرند. همزمان اتحادیه اروپا از همه کشورهای عضو خواسته نقش بیشتری در حل بحران پناهجویان ایفا کنند. باران عباسی گزارش می‌دهد. بعد از یک هفته هر شب زیر سقف آسمان، امروز با طلوع آفتاب آغاز نقل مکان به اردوگاهی دیگر. هزاران پناهجو در جزیره لسبوس یونان خسته از زندگی در خیابان بدون سرپناه، امکانات بهداشتی و حتی آب و غذای کافی. بعد از آتش سوزی در اردوگاه موریا که 12,000 پناهجو را آواره کرد، دولت یونان با عجله این خیمه ها را برپا کرده، جایی که انتظار می رود در نهایت 9,000 پناهجو را اسکان دهد. همه باید قبل از ورود آزمایش کرونا بدهند. از بین حدود 1,200 نفری که تا حالا آزمایش شدند، ابتلای 35 نفر تایید شده. اما بسیاری میلی به رفتن ندارند. پناهجویانی که امیدوارند بتوانند این جزیره را ترک کرده و به دیگر نقاط اروپا بروند. من به اردوگاه جدید نمیرم چون مثل زندان میمونه. ما نمیخوایم بریم اونجا چون دوستامون که رفتن میگن بعضشون خیلی بده. فعلا چند روز یا چند هفته صبر میکنیم. پلیس میگوید اجباری در کار نیست و ترجیح میدهد پناهجویان را قانع کند داوطلبانه به اردوگاه جدید نقل مکان کنند. این بقایای موریا، بزرگترین اردوگاه پناهجویان در اروپا. 6 شهروند افغان به اتهام آتش زدن عمدی اینجا دستگیر شده و 4 نفرشان دیروز در دادگاه حاضر شدند. صحنه هایی که بار دیگر بحران مهاجرت در اروپا را پررنگ تر کرده. با گذشت 5 سال از فرار بیش از 1,000,000 نفر به این قاره، چگونگی پذیرش پناهجویان همچنان موضوعی جنجال برانگیز. ایتالیا و یونان، دو کشوری که به دلیل موقعیت جغرافیاییشان معمولاً اولین نقطه ورود پناهجویان از آن سوی اقیانوسند، خواهان کمک بیشتر دیگر اعضای اتحادیه اروپا. در مقابل، کشورهایی که با استناد به قانون دوبلین از پذیرش پناهجویان سرباز می‌زنند. قانونی که می‌گوید اولین سرزمین امنی که پناهجویان وارد آن شدند، باید به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی کند. اما بحران در خیابان‌های لسبوس این روزها رئیس کمیسیون اروپا را برای تغییر سیاست فعلی مصمم کرده. ما قانون دوبلین را لغو کرده و اون را با یک ساختار دیگر برای کنترل مهاجرت جایگزین می‌کنیم. من از همه اعضا انتظار دارم که در این روند همکاری داشته باشند. مهاجرت چالشی پیش روی همه اروپا است و بنابراین همه اعضا باید سهم خود را انجام دهند. فعلا 10 کشور اروپایی حاضر به پذیرش 400 کودک از اردوگاه موریا شدند. آلمان گفته علاوه بر این 1,600 پناهجوی دیگر را هم از یونان می‌پذیرد.
کورسوی امیدی در دل آنهایی که به امید زندگی بهتر خانه هایشان را ترک کردند. کسانی که بعد از سالها انتظار آیندهی بهتر از این برای کودکانشان آرزو دارند. باران عباسی، بی بی سی. بامداد اسماعیلی خبرنگار از وضعیت پناهجویان در لسبوس بیشتر به ما گفت. پلیس امروز صبح شروع کرده که پناهجویان را از خیابونی که اون پشت سر من هست منتقل کنه به کمپ جدیدی که براشون تهیه کردن. همینجور که در صف هم میبینید خیلی ها واستادن، شاید چند ساعتی باشه در گرما و منتظرن که نوبتشون بشه تا ثبت نام کنن و بتونن وارد این کمپ بشن. کسانی که این کار رو انجام دادن بعد اینور وارد میشن و باید تست کرونا بدن و بعد به چادرهاشون منتقل میشن. حدود 800 چادر الان اینجا درست کردن. هر چادر حدود 8 تا 10 نفر میتونن درش در واقع زندگی کنن و بخوابن. و جالبه بدونید که تا دیروز 1800 نفر در این کمپ بودن، ولی امروز فقط تا 11 صبح به ما اعلام کردن که 1000 نفر بهشون پیوستن. بنابراین تا 11 صبح آماری که داریم اینه که 2800 نفر الان اینجا هستند و بالای 60 نفر هم تست کروناشون مثبت بوده که اونها در محلی جداگانه باید اسکان داده بشن. بامداد اسماعیلی بود در لسبوس یونان. شبکه 4 تلویزیون ایران شب گذشته مناظره‌ای در مورد حجاب اجباری پخش کرد که در آن مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین کیهان میگوید نظرسنجی وزارت ارشاد نشان داده که بیش از 70% مردم ایران با حجاب اجباری مخالفند. انتشار بخشی از این مناظره در شبکه اجتماعی بازتاب گسترده یافته. به نظر میرسد این اولین بار باشد که چنین موضوعی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به بحث گذاشته شده. کارزار مقابله با حجاب اجباری در سالهای اخیر در ایران و میان ایرانیان خارج از کشور خبرساز بوده. ابتدا بخشی از این مناظره را ببینیم. اما فرض میگیریم که ما میتوانیم از منظر فقه و شریعت و حکومت دینی قانون الزامی حجاب تصویب کنیم، اما اگر تجربه 40 ساله ما نشان داده باشه که این قانون الزامی موفق نبوده و به حفظ حجاب و تثبیت حجاب نینجامیده و بلکه بر اساس یک دیدگاه خودش از عوامل تضعیف حجاب بوده، آیا ما شرعاً و عقلاً میتوانیم این روند را ادامه بدیم؟ به نظر من نه. یعنی اگر ثابت بشه که یه جامعه ای به هر دلیل نسبت به یه حکم دینی باورش ضعیفه یا مقاومت داره، خود این مقاومت از ادله میتونه باشه که شما کوتاه بیاید تا اون باور تربیت نکردی از اجرا منصرف بشید. نکته بعدی اینه که ما تجربه کوتاه آمدن در امور زیادی داریم، مثل ویدئو، مثل ماهواره، مثل حضور زنان در ورزشگاه. فکر میکنم اینجا هم با دادن هزینه های بسیار دیرهنگام کوتاه خواهیم آمد. این که ما این کلیت مسئله به نظرم چیز واضحی است که اگر یه بار جامعه با انجام یک کاری همراهی نکرد، حکومت باید با این جامعه مدارا کنه، با تدریج کار رو پیش ببره. مادر بزرگ با حجاب کامل، دختر با حجاب نیمه و نوه بی حجاب میل به بی حجابی، ما با این پدیده مواجهیم. اتفاقا حالا جالبه که همه با حجاب های ما هم قائل به این نیستن که باید حجاب الزامی باشه. من فکر میکنم که آمار قابل توجهی از محجبه های چادری ما معترضن به این نحوه مواجهه با حجاب. ما یه خانم میرزاخانی داشتیم که نابغه ریاضی بود، رفت خارج از کشور و خب دیگه چهره جهانی. ما مسئله داریم که این خانم میرزاخانی به عنوان فرض کنید الگوی علمی خواسته باشیم به جامعه ما معرفی بکنیم، باید چه کار کنیم؟ باید تصنعاً یه حجاب سرشون بذاریم؟ یا نه خانم میرزاخانی این بوده؟ من مثلا به نظرم این جریان برجام مثال خوبی بود دیگه. یه قدم بعضی وقتا عقب نشینی توی جایی که یه جایی ما باید با تعبیر مقام اعظم رهبری نرمش قهرمانان هم داشته باشیم، اما یه جایی که نباید کوتاه بیاید یه دفعه بس کاملا داره زیر رو میشه. ما اگر شب یا روز تو این خیابان تهران داریم میریم، اگه ببینیم یه دختر 12 ساله 13 ساله خم شده توی سطل زباله و داره رزق و روزیش از اونجا در میاره، اتفاق ویژه‌ای برای ما نمیفته. برای خیلی از ماها کسانی که خصوص قائل به الزامند، اگه همین دختر 12-13 ساله جای دیگه حجابش برداره میشه مسئله جدی. اگر یه ویدیو هم بگیره بگه در فلان خیابان تهران یه خانم امروز بی حجاب شده 100 متر رفته، میشه یه مسئله اساسی.
برای صحبت در این باره فاطمه حقیقت‌جو فعال سیاسی از بوستون آمریکا با ما هستن. خانم حقیقت‌جو، چنین مناظره‌ای در شرایطی پخش میشه که ده ها زن در ایران به دلیل اعتراض به حجاب اجباری در زندان هستند، آیا وقتی که این بحث میاد راه پیدا میکنه به شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، معنیش این هست که تاثیرگذار هستین مبارزات علیه حجاب اجباری؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. من از این مناظره و از این نوع مناظره ها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار استقبال میکنم. فکر میکنم که بحث جالبی هست و علاوه بر این که مبارزات زنان برای آزادی، حق آزادی انتخاب در پوشش حجاب اثرگذار بوده، ولی یک نکته ای رو آقای نصری در این مصاحبه بهش اشاره میکنه و اون اینه که نظرسنجی وزارت ارشاد، یعنی دستگاه حاکمیتی، نشون میده که 70% مردم مخالف این هستن و عملا اون خشونتی که جاری شده برای حفظ حجاب اجباری اثر منفی خودش رو در جامعه گذاشته و اون چیزیه که آقای نصری داره ازش صحبت میکنه. دو بخش هست این قضیه و موضوعاتی که آقای نصیری بهش اشاره میکنن، که این قانونی بوده که مقاومتی در جامعه ایجاد کرده که این مقاومت بهای سنگینی براش پرداخته شده، و در نقطه مقابل میهمانی که اونجا هستن میگن که خب در خیلی از کشورها پدیده این رو داریم که به هر حال در فضای عمومی آدم ها باید پوشیده باشن، مثلا کسی نمیتونه عریان به خیابان بره، که به نظر میاد خلط مبحث میشه اینجا. بله همینطوره، خیلی تفاوت وجود داره. اون چیزی که زنهایی که مخالف حجاب اجباری هستن دنبال برهنگی نیستن، بلکه دنبال این هستن که آزادی انتخاب داشته باشن و علاقه ندارن به مسئله حجاب. و نکته مهم اینه که نباید از خشونت استفاده بشه در خصوص مسئله حجاب. همینطور که ما در این مناظره می‌بینیم، جامعه ایران و هر جامعه اسلامی دو شقه هست. یه عده موافق انتخاب آدم ها هستن، یه عده در واقع معتقدن که به هر زور و ابزاری شده باید جامعه اسلامی روش خودش رو اعمال بکنه، حجاب باید اجباری باشه، فارغ از این که در واقع یک عده موافق حجاب اسلامی هستن یک عده مخالف حجاب اسلامی. مسئله اینه که چگونه باید همزیستی مسالمت آمیز ایجاد کرد. همون کسی که معتقد به حجابه این حق رو داشته باشه که محجبه باشه، و همون کسی که معتقد به حجاب نیست و هیچ کدوم خشونت علیه دیگری اعمال ندارن. این خشونت هایی که اعمال شده از زندان و روش های بسیار بدی که تو خیابون ها ما میبینیم، پلیس، نیروهای انتظامی، نمیدونم گشت ارشاد، غیره، با اسامی مختلف میان با زنان برخورد میکنن، اینها رو جامعه نمیپسنده. این چیزیه که نصیری در اینجا به درستی میگه و واکنش منفی نشون داده. در 40 سال هم این پروژه شکست خورده بوده. خود من هم در واقع یه دلیل اینکه تصمیم گرفتم دیگه حجاب اسلامی نداشته باشم، یک اعتراض به این نحوه خشونت علیه زنان هست. زن جوانی که نمیخواد محجبه باشه و اعتراض میکنه به اون، زندان میشه، شلاق میخوره، برخورد نامناسب صورت میگیره. ما باید اعتراض بکنیم به این نحوه برخورد. و دوم اینکه اساساً بسیاری از افراد، محققین، بعضی از مشاهدین تحقیق کردن، نشون میدن که اصلا حجاب ضروری دین نیست. لطفاً به کتاب آقای ترکاشوان مراجعه کنید که در مورد حجاب در عصر پیامبر صحبت میکنه و به تفصیل توضیح میده که اون جلبابی که در دوره اسلام در دوره پیامبر سخن گفته میشه پوشش دو بخش هست. متشکرم.
متشکرم از شما فاطمه حقیقت جون، نماینده پیشین مجلس ایران در بوستون آمریکا. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در جزیره لسبوس یونان یک هفته بعد از آتش‌سوزی در اردوگاه موریا، انتقال هزاران پناهجو به اردوگاه دیگری در همین جزیره آغاز شده. در ایران مهدی نصیری، مدیر عامل سابق روزنامه کیهان، در یک میز گرد تلویزیونی دولتی از اجباری بودن حجاب انتقاد کرد. ۱۵۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه اعدام نوید افکاری را محکوم کردند. آنها شتاب در اعدام این کشتیگیر ایرانی و برخورد با دیگر معترضان را نشانه هراس رهبران حکومت از اعتراض محرومان توصیف کردند. در این بیانیه آمده فرمان اعدام آقای افکاری از همان مرکزی آمد که حکم کشتار معترضان آبان ماه 98 صادر شده بود و هدف آن ارعاب و سرکوب معترضان بود. نوید افکاری که پس از اعتراض‌های دو سال پیش در شیراز بازداشت شده بود، 5 روز پیش به اتهام قتل کارمند حراست اداری آب اعدام شد. هرچند خودش می گفت بیگناه است و زیر فشار وادارش کردند تا به قتل اعتراف کند. فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی از لندن، با ما هستن. شما از امضا کنندگان این بیانیه هستید. بیشتر در مورد محتوای اون به ما بگید آقای نگهدار. با سلام بر شما و با سلام بر شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، و با اظهار تأسف از این حکم بسیار ناعادلانه ای که علیه یک شهروند ایرانی در بدترین شرایطی که ما درش قرار داریم صادر شده و موجب برانگیخته شدن خشم و اعتراض مردمی که حق دارند اعتراض بکنند گردیده. در این بیانیه به علل صدور این حکم و در ادله دادستان اعتراض شده و اونها رو فاقد استناد کافی دونسته، یک، دو، شتاب زدگی در این حکم رو محکوم کرده و اون رو علیه قوانین خود جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و به پیامدهای اون اشاره کرده که انباشت این خشم و این نفرتی که شما با حکم اعدام در جامعه دامن میزنید، این فردا پا پیدا خواهد کرد و وقایع تلخ 96 و 98 رو تکرار خواهد کرد و در پایان اعلام میکنه اعدام نکنید، اعدام نکنید. این راه ایران رو به مرکز نفرت، شورش و اعتراض قرار میده و همه از این، همه مردم ایران به خصوص مردم زحمتکش از اون آسیب میبینند. چقدر آقای نگهدار شتاب زدگی اونطور که گفته شده در این بیانیه در اجرای این حکم؟ خب متاسفانه ارتباطمون با آقای فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی، قطع شد. متشکرم از ایشون و معذرت میخوام به دلیل قطع شدن این تماس. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 30 میلیون نفر گذشت. این در حالی است که اقتصاد جهان با بحرانی بی سابقه روبروست و بانک جهانی میگوید بازگشت به شرایط عادی شاید 5 سال طول بکشد. در این میان ابعاد پروژه تولید و توزیع واکسن کرونا از حوزه سلامت فراتر رفته و به موضوعی سیاسی و اقتصادی بدل شده. شیدا هوشمندی گزارش میدهد. گورستان اصلی جاکارتا، پایتخت اندونزی. آمبولانس ها باید برای تحویل اجساد قربانیان کرونا در نوبت بمانند. بخشی از گورستان پر شده و افرادی در حال کندن گورهای جدید هستند. گورکنها کسانی هستند که ماسک نزدند و مجازات دولت برایشان این است که چشم در چشم به مرگ نگاه کنند. اندونزی تا به حال بیش از 9100 قربانی کرونا داشته. جهان هنوز در گرداب کرونا گرفتار است. شمار مبتلایان شناسایی شده از 30 میلیون نفر گذشته و بیش از 945,000 مورد مرگ ناشی از کووید ثبت شده. حالا کشورها دست کم در یک مورد همصدا هستند: ضرورت و اولویت ساختن واکسن کرونا. در امریکا که انتخابات ریاست جمهوری در راه است، موضوع واکسن به ویژه در بازار وعده‌های سیاسی داغ‌تر از دیگر کشورهاست. مثل این یکی، وعده دسترسی به واکسن از ماه آینده. ما آماده ایم که به محض تولید واکسن اون رو توزیع کنیم و زمانش میتونه اکتبر امسال باشه یا کمی بعد از اکتبر، ولی به محض تولید ما آماده ایم.
به نظر می‌رسد زمانبندی مطلوب آقای ترامپ برای آغاز توزیع واکسن با تقویم انتخابات آمریکا تنظیم شده و حالا نگرانی‌ها درباره احتمال فشار سیاسی برای نهایی شدن واکسن کرونا افزایش یافته. پیشتر رئیس مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا اعلام کرده بود که واکسن در بهترین حالت نیمه سال آینده میلادی در دسترس مردم قرار می‌گیرد. اگه از من بپرسید که چه زمانی واکسن در دسترس مردم قرار می‌گیره تا همه بتونیم به زندگی عادی برگردیم، میگم که احتمالاً در سه ماهه دوم یا سوم سال آینده میلادی. رقیب دموکرات دونالد ترامپ هم در این رقابت سیاسی عقب نیفتاده. او رئیس جمهوری فعلی آمریکا را به کمکاری در مبارزه با شیوع کووید 19 متهم می‌کند. هنوز نمی‌خواد مسئولیت این شرایط رو بپذیره. هنوز برنامه‌ای نداره. انگار ویروس با یک معجزه از بین میره. ویروس با معجزه از بین نمیره. در میانه این رقابت‌های سیاسی، شمار قربانیان کرونا در آمریکا از 201,000 نفر هم گذشته. حالا با به هم ریختگی مهمترین اقتصادهای جهان مانند آمریکا، نظم جهان هم به هم خورده و بسیاری از کشورها را به رکود فرو برده. اینجا در کیتوی اکوادور دولت توان پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی را ندارد. کارکنان بخش بهداشت و درمان و دیگر کارمندان دولت اینجا با اعتراض حقوقشان را طلب می‌کنند و البته با پاسخ خشونت‌آمیز دولت روبرو می‌شوند. شیوع ویروس کرونا در جهان اقتصاد نیوزیلند را به عمیق‌ترین رکود در تاریخ این کشور کشانده. اقتصاد نیوزیلند به دلیل تعطیلی گسترده کسب و کارها حالا دو فصل پیاپی است که کوچک می‌شود. این در حالی است که نیوزیلند یکی از موفق‌ترین‌ها در زمینه مبارزه با همه‌گیری کرونا است. نیوزیلند در بحران اقتصادی ناشی از کرونا تنها نیست. امروز بانک جهانی هشدار داد که بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند تا 5 سال زمان ببرد. بازگشت به حالت عادی برای اقتصادهایی که خود دچار مشکل هستند دشوارتر و آسیب به شهروندان این کشورها بیشتر خواهد بود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان کرونا در شبانه روز گذشته را 176 نفر و آمار مبتلایان را 2850 نفر اعلام کرد. گفته شده 13 استان در وضعیت قرمز و 15 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. در تهران ستاد مبارزه با کرونا از موج سوم شیوع این ویروس خبر داده. کماکان وضعیت شهر تهران و استان تهران به طور عام قرمز تلقی میشه. در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایانی که در بیمارستان‌های شهر تهران بستری شدند بالغ بر 720 بیمار جدید کرونایی بوده که 147 نفر از مجموع این بیماران در بخش مراقبت ویژه بستری شدند. همه این آمارها حاکی از این هستش که همونطوری که ما عرض کردیم تقریبا با یک سیر شتابان هم تعداد موارد بستری، موارد سرپایی و متاسفانه موارد مرگ و میر در استان تهران رو به افزایش. فائز سراج نخست وزیر لیبی که از حمایت سازمان ملل برخوردار است اعلام کرده تا 6 هفته دیگر از قدرت کنارگیری میکند. لیبی از حدود 9 سال پیش که حکومت معمر قذافی با اعتراضهای مردمی و حمایت ناتو سرنگون شد دچار جنگ داخلی بود. آقای سراج ریاست حکومت وفاق ملی لیبی را بر عهده دارد که در ترابلس مستقر است. خلیفه حفتر ژنرالی که کنترل بخشهای بزرگی از شرق کشور را در دست دارد طی 1 سال گذشته تلاش کرده تا او را سرنگون کند. هر دو طرف از سوی مجامع بین المللی تحت فشارند که به درگیری پایان دهند و انتخابات برگزار شود. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. شرق و غرب لیبی دو حکومت جداگانه دارند، اما در یک چیز مشترکند: اعتراض‌های مردمی به وضعیت موجود و فساد سیاستمداران. معترضان می‌گویند که از نزدیک به 9 سال نابسامانی و فقر به تنگ آمدند. 9 سالی که به 3 جنگ داخلی و 2 کودتای نظامی گذشته و لیبی را اسیر دولت‌های موازی، پارلمان‌های موازی و ارتش‌های موازی کرده. در اینجا ساختمان نخست وزیری لیبی در ترابلس، فائز سراج بعد از 4 سال مقاومت در برابر شورش مسلحانه رقیبش ژنرال حفتر سرانجام ناچار به عقب نشینی شد. اعلن للجميع رغبه صادقه فعلا في تسليم من تصمیم صادقانه ام را برای تسلیم اختیاراتم به مقام اجرایی بعدی تا قبل از پایان اکتبر اعلام می کنم.
به این امید که کمیته مذاکرات کارش را به نتیجه برساند و شورای ریاست جمهوری و نخست وزیری جدیدی برای تحویل گرفتن مسئولیت‌ها انتخاب کند. فائز سراج در سال 2016 در پی مذاکرات وحدت ملی میان برخی اعضای دو پارلمان لیبی در آن زمان به قدرت رسید. مذاکراتی که با حمایت جامعه جهانی برگزار شد و موجب شد تا او بتواند در ترابلوس دولتی تشکیل دهد که از سوی سازمان ملل به عنوان دولت قانونی لیبی به رسمیت شناخته می شد. آقای سراج خیلی زود به دیپلماسی فعالی روی آورد که نخستین نتیجه آن حمایت همه جانبه ترکیه بود، کشوری که تا روز آخر حمایتش را از او دریغ نکرد. او بارها به اروپا سفر کرد و با رهبران مختلف اروپایی دیدار کرد. با اتحادیه اروپا هم روابط بازرگانی برقرار کرد و حتی حمایت ناتو را جلب کرد. حمایتی که به اقدام نظامی ناتو منجر نشد، اما در جلوگیری از سقوط دولت مستقر در ترابلوس نیز بی اثر نبود. اما در تمام این سالها این مرد، ژنرال خلیفه حفتر، زیر بار دولت فائز سراج نرفت. او که از سال 2014 با جمع کردن شماری از نظامیان سابق ارتشی قدرتمند تشکیل داده، همزمان با پیروزی‌های نظامی پیاپی حمایت بین‌المللی هم به دست آورد. از آن جمله کشور روسیه که در رقابت با ترکیه پشت خلیفه حفتر ایستاد. ژنرال حفتر در این جنگ از حمایت رقبای خاورمیانه‌ای ترکیه هم بهره برد. عربستان، امارات و مصر همه در قدرت گرفتن او و سقوط دولت فائز سراج منافعی می دیدند که موجب شد تا از آقای حفتر حمایت کنند. در این مدت بسیاری تلاش کردند تا بین این دو میانجیگری کنند و در این 4 سال آنها چندین بار با هم ملاقات هم کردند که هیچ کدام به نتیجه نرسید. اما تحول مهم به شکل ناگهانی از ماه گذشته آغاز شد که دو طرف با اعلام آتش بس مذاکراتی را در مراکش آغاز کردند با حضور 5 نفر از پارلمان مستقر در ترابلوس و 5 نفر از پارلمان مستقر در توبروق. بار قبلی که مذاکراتی مشابه برگزار شد و از دل آن فائز سراج به قدرت رسید، ژنرال حفتر از نتیجه ناراضی بود. حالا با کنار رفتن آقای سراج، این مذاکرات به فرصتی تازه برای گذار احتمالی لیبی به ثباتی نسبی توصیف شده. فرصتی که نمونه‌های مشابه آن در 9 سال اخیر کم نبوده، اما هرگز به نتیجه نرسیده. کیوان حسینی، BBC. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با BBC فارسی.